درود به شما همراهان خوب کانال، در خدمتتون هستم با بسته تحلیلی امروز. در این برنامه در ابتدا در خدمت آقای واحدی هستیم با برنامه تحت عنوان نقشه اردوان برای باز کردن پای جمهوری اسلامی به جنگ غزه، و در ادامه میخواییم بپردازیم به مرگ خاموش نوابق و مشاهیر موسیقی بر اثر فقر و ناتوانی در تأمین هزینه درمان. با ما همراه باشین. در بخش اول آقای واحدی به برنامه‌ای که اردوان برای کشوندن پای جمهوری اسلامی به جنگ غزه داره میپردازه و میگه که خامنه ای با توجه به شرایط ممکن در جهان و نگرش منفی که از حماس و به وجود اومده اصلا هیچ علاقه نداره که وارد این جنگ بشه، اما خب با کارها و صحبتهایی که اردوان داره انجام میده به احتمال زیاد پای ایران هم به این جنگ باز میشه. بریم با هم برنامه جنجالی رو ببینیم. باز هم تسلیت میگم، جان باختن آرمیتای عزیز رو، و امیدوارم که صبر و شکیبایی نصیب خانواده عزیزش باشه و ذلت و بدنامی بیشتر سهم قاتلانش و بی‌آبروهایی که این روزها برای غزه ظاهراً اشک تمساح می‌ریختن، در حالی که خودشون می‌دونستن که بخش عمده‌ای از جنایتایی که در غزه داره انجام میشه به خاطر رفتار جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی هم شریکه در جنایتایی که اونجا انجام میشه. خب من از دیروز یک نگرانی دارم، از کسانی هستم همچنان معتقدم که نه به خاطر دلسوزی برای ایران یا برای مردم ایران، به خاطر اینکه حاکمیت وضعیت خودش رو در خطر میبینه، علی خامنه ای تمایلی به ورود به جنگ غزه نداره. شعارهای توخالی فراوانی دادن، اعلام کردن، ثبت نام کردن، حریفت منم، که از همون شعار احمقانه ای که انتخاب کردن حریفت منم، یادتون باشه من روز اول گفتم، اشاره کردم اینکه حریفت منم حرف قاسم سلیمانی بود و سرنوشت قاسم سلیمانی رو دیدیم. اگر اون منظور باشه خب پیشاپیش مشخصه که کسانی که دارن برای غزه ثبت نام میکنن سرنوشتشون چه خواهد بود اگر برن. کرد کردم اصلا بنای رفتن ندارن، دروغ میگن. به قول بسیاری از بینندگان برنامه‌های من و کسانی که من در فضای مجازی دیدم، این طرفداران جمهوری اسلامی فقط وقتی که در برابرشون کودکان و نوجوانان و زنان و مردان غیر مسلح باشن و اینا دست به اسلحه باشن خیلی شجاع هم، جایی که در مقابلشون کسانی هستن مثل خودشون یا قوی تر از خودشون حتما جرأت نمی کنن برن. ولی خب به هر حال شعارها دیدید که کم کم فروکش کرد و تموم شد و نهایتا هم اینجا رسید که وزیر ارشاد برای اون خبرنگار بدنام و بد سابقه و با اون خانواده بسیار بدنامش یوسف سلامی، فقط وزیر ارشاد براش آرزوی شهادت کرد وقتی میره غزه، و بعدا گفتن شوخی کردیم، اصلا اعزام منتفیه. و خبرنگار صدا و سیما هم یکی از برنامه‌های زنده گفتش که ادعایی که وزیر ارشاد کرده که داریم آماده هستیم برای اعزام خبرنگاران ادعای دروغیه. حالا اینا همش مجموعه اتفاقاتی بود که روزها افتاد. خود خامنه ای هم تکذیب کرد نقش جمهوری اسلامی در جنگ رو، در حالی که حماس از روز اول اصرار داشت با بعضی از مثلا خبررسانی‌ها ثابت بکنه که جمهوری اسلامی در این مسئله نقش داشته و حتی نقش اول رو داشته. خب من بازم تکرار میکنم، برای من نه موضع جمهوری اسلامی تعجب برانگیز بود نه موضع حماس. حماس اصرار داشت که پای جمهوری اسلامی و حزب الله رو وسط بکشه برای اینکه جبهه خودش رو تقویت بکنه. باز بر جمهوری اسلامی با توجه به اینکه به دو دلیل جمهوری اسلامی الان مایل نیست وارد جنگ بشه، اول اینکه در میانه مذاکرات که یک فریبکاری مشترک جمهوری اسلامی و آمریکاست برای آزادسازی پولها، جمهوری اسلامی ترجیح میده که این پروژه فریبکارانش به انتها برسه، پولها آزاد شه، بعد لگد پراکنی و جفتک زدن رو شروع کنه. و مسئله دیگه این که تمام تلاش‌های جمهوری اسلامی در این سال‌ها بوده که فرصت بخره تا به ساخت بمب اتمی برسه و بعد بتونه از دنیا باجگیری بیشتری بکنه، که الان به نظر من هر دو پروژش در نیمه راهه و تا زمانی که کامل نشه جمهوری اسلامی حاضر نیست وارد جنگی بشه که سرنوشت رو عوض میکنه. این نگاه من تا همین الان هم هست. اما از دیروز با توجه به شناختی که از علی خامنه‌ای دارم یک نگرانی دارم.
علی خامنه‌ای ضمن اینکه حالا حکومتش خیلی دوست داره، ولی یک سری خصلت‌های شخصی داره که بعضی وقتا بر همه چیز سایه میندازه. اون بیماری روحی روانش که من اشاره کردم و یک خود رهبر بینی عجیب غریبی داره. تصور میکنه در تمام دنیا الان یه سری آدما منتظرن لب باز کنه حرف بزنه. از همین خصلتش هم یه سو استفاده میکنن و فساد مالی خودشون و چپاول هاشون رو ادامه میدن. اینکه به یک بار اعلام میکنن که سرود سلام فرمانده در تمام دنیا داره پخش میشه، باور کنید مسئله مالیه. اینا که خودشون میدونن اصلا وجود خارجی نداره. سرود سلام فرمانده در استادیوم در داخل ایران که میخورن مردم هو میکنن، جای دیگه دنیا که جای مشخص داره. ولی خدا میدونه حالا یک روز اینها مشخص خواهد شد که چه فاکتورهایی صادر شده بابت خواندن سرود سلام فرمانده در فلان کشور آفریقایی، در فلان استادیوم مثلا اروپایی، در فلان مدرسه آمریکایی. حالا راست و دروغش. یا وقتی میگن پیام مقام معظم رهبری به جوانهای غربی، خودشون گفتن چند ده میلیون نسخه این پیام تکثیر شده. حالا ببینید چقدر بابتش صورت حساب میکنن. این برمیگرده این مقداری از یک طرف یه انگیزه مالی دارن که از این طریق پولهای کلانی به جیب بزنن، و از یک طرفی و اساس شهوات خامنه‌ای که لذت میبره از این نوع ادعاهایی که در موردش مطرح میشه. این در واقع برمیگرده عرض بکنم به اون روحیه بیمارگونه خامنه‌ای که یه مقدارش هم متأثر از 8 سال دوره ریاست جمهوریش که به شدت توسط خمینی و رفسنجانی و احمد خمینی و بسیار از افرادی که بعداً نام اصلاح طلب برشون گذاشته شد حقارت تحمل کرد. رئیس جمهوری بود که حتی وزرا حرفش رو گوش نمی‌کردن، استانداران بهش بی‌اعتنایی می‌کردن، مسخره‌اش می‌کردن. حتی یکی از که خیلی مشهور بود اردیبهشت 68، یعنی یک ماه قبل از اینکه رهبر بشه رئیس جمهور بود، رفت پادگان قصر فیروزه سپاه سخنرانی، با تأخیر رسید. شعاری که پاسدارا اونجا میدارن وقتی خامنه‌ای رسید این بود که صلی علی محمد یار امام دیر آمد. اینقدر جایگاهش جایگاه ضعیفی بود در مجموعه حاکمیت و این عقده ها جمع شده. الان 34 سال میخواد انتقام گیری کنه، هنوز هم اون عقدهش برطرف نشده. حالا کم کم به دلیلی که دسترسی به پول داشته و بعضی از افراد خارجی، گروه های سیاسی خارجی، حتی دولت مردان خارجی میان به خاطری که از جیب ملت ایران خامنه ای رو بدوشن، در واقع پول ملت ایرانی که خامنه ای بذل بخشش میکنه، حرفایی میزنن که شاید یک باورهایی درش ایجاد شده و یا یک توهمات ایجاد شده. این توهمات روز به روز هم بیشتر شده. حالا بعضی از افراد میان مثلا که اسماعیل هنیه ای که خودش و طرفدارانش معتقدن که اعتقاد واقعیشون اینه که اصلا شیعیان به طور کلی کافر هستن و کمک گرفتن از جمهوری اسلامی رو به عنوان کمک گرفتن از کفار برای جنگیدن با کفار دیگه مجاز میدونن. اونا وقتی میان پیش خامنه‌ای بهش میگن شما فرمانده ما هستی، خرج هم نداره، اون در برابر دوربین هم نیست، حالا بعدا هر کی هرچی میخواد نقل کنه، ولی خب لذت میبره. این جایگاه کم کم به باور خامنه‌ای تبدیل شده و هزینه بسیاری هم برای ما داشته، برای کشور ما داشته. اردوغان رئیس جمهور ترکیه که من بارها گفتم یک آخوند کرواتیه، با همین فریبکاری های آخوندهای حاکم بر ایران، منتها یه مقدار عالمانه تر و آگاهانه تر و یه مقدار سیاست مدارانه تر، اما نگاهش همون نگاه مردم فریبانه، مذهب یا دین سوارانه و کاملا کاسب کارانه. آدمی که یه مقدار احساس خطر در داخل کشور، در داخل حکومت کرد، یک کودتای دروغین را انداخت و به بهانه اون ده ها هزار تا کارمند رو اخراج کرد به بهانه مثلا همراهی با کودتاگران، تعداد زیادی رو زندانی کردن احکام سنگین. حالا اون آدم شده دلسوز مردم فلسطین و اون سخنرانی تند و تیز رو کرد. حالا بخش این کار تأثیر بین المللی و تأثیرش بر این جنگ چیه؟ حالا باید دید در آینده. بالاخره ترکیه به عنوان یکی از همپیمانان بسیار قوی اسرائیل وقتی اینطور موضع گیری میکنه حتما بی تأثیر نخواهد بود و حالا تأثیرش چقدر بر کدوم بخش کدوم طرف دعواس اینا باید بماند برای بعد بررسی بشه. برای ممکنه یک احساس اعتماد به نفسی به حماس و تروریستاشون بده یا حتی اعتماد به نفس به مردم غزه. من اینا رو کاملا جدا میکنم، این تروریست های حماس رو از مردم غزه همواره جدا میدونم. یه مقدارش میتونه رقابت با قطر باشه، چون قطر در سالهای اخیر در
میانجیگری های منطقه‌ای و بین المللی نقش عمده‌ای داشته. نام قطر خیلی مطرحه. همین روزا مرتبا مقامات آمریکایی و اروپایی وقتی میخوان درخواست میانجیگری کنن با قطر وارد مذاکره میشن و این خودش هم یه مقدار باعث حسادت اردوغان شده. حالا اونا طرف خودشون، اونی که منو نگران میکنه اینه که اردوغان با این کاری کرد داره تلاش میکنه خودش رو در رأس رهبران سیاسی غیر فلسطینی قرار بده در جهان اسلام که جدیترین حمایت رو از فلسطینی ها کرده با عبارت های خیلی تند. عبارت هایی که اردوغان در سخنرانیش علیه اسرائیل به کار برد هیچ کدوم از سران عرب به کار نبردن، نه بن سلمان، نه پادشاه اردن عبدالله دوم پادشاه اردن، نه پادشاه مراکش که اصلا بود اصلا ازش خبری نیست. حتی مقامات عراقی میدونید یک فول کردن این قطعنامه ای که در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد، قطعنامه غیر الزام آورای به هر حال یک برد سیاسی داره که خواستار آتش بس بود، عراق رأی ممتنع داد و بر اساس فشارهایی که اومد دیروز اومد اعلام کرد رأیش عوض کرد، اما در جلسه ای که برگزار شد رأی ممتنع داد. میخوام بگم حتی سران عرب مواضعشون مواضع بسیار ملایم تر از چیزی که در سخنرانی اردوغان دیده شد. خب این یک جایگاه ویژه‌ای برای اردوغان درست میکنه در بین فلسطینی ها و حتی در جهان اسلام. بسیار از ملت های مسلمان تا حدود زیادی در موضوع غزه همدل یا همراه هستند با مردم فلسطین و این یک جایگاه ویژه برای اردوغان درست میکنه. این چیزی که علی خامنه‌ای تحمل نمیکنه. با توجه شناختی که من از علی خامنه‌ای دارم و مرد میگم اون بیماری روحی روانی و اینکه سالها پول خرج کرده که یه سری بیان جلوش تعظیم کنم بگن شما رهبر جهان اسلام هستید، میبینید در اخبار صدا و سیما هم رهبر مسلمین جهان میگن. یکیشون میگفتش که بگم این قدیری عبیانه بود، میگفتش که آقا فقط تو نیویورک 200,000 تا مقلد دارن، یعنی من قسم جلاله برای شما میخورم که اگر تازه در ایران کلا 200,000 نفر باشن که به تقلید هنوز معتقدن، حتما سهم خامنه‌ای خیلی کمتر از 200,000 تاست. بعد مثلا این طرف میگفتش که آقا فقط در نیویورک 200,000 تا مقلد دارن. خب این پولهایی که خرج کرده و سرمایه گذاری کرده و دلخوشی های توهمگونه ای که برای خودش درست کرده با این جایگاهی که الان اردوغان پیدا کرد به خطر میفته و این من رو نگران میکنه. یعنی همیشه عقده های شخصی خامنه‌ای و اون خود بزرگ بینی ها، ماجراجویی ها، بلند پروازی های احمقانش برای ملت ایران هزینه ساز بوده و این بار هم میتونه باشه. یعنی میتونه خیلی از اوقات حتی بر منافع شخصی بلند مدت خودش سایه انداخته. این خود بزرگ بینی، این عقده دیده شدن و عقده رهبر دیده شدن. و همچنان واقعا نگرانم که بعد از صحبت دیروز اردوغان تغییر عمده در سیاست خامنه ایجاد شه و یک تحریکاتی انجام بشه. من اخبار مربوط به تحولات در فلسطین رو هم که پیگیری میکنم نشانه های ازش میبینم. یعنی به نظر میرسه که حزب الله یک مقداری جدیتر شده نسبت به روزهای قبلش. خب حالا ممکنه بعضی بگن به خاطر حمله زمینیه، ولی خب قبلش تلفات فلسطینی ها خیلی بیشتر بود. یعنی حتی رسانه های نزدیک به فلسطینی ها، خبرگزاری الجزیره و تلویزیون الجزیره، آمار تلفاتی که دارن در این دو سه روز بعد از حمله زمینی اعلام میکنن خیلی کمتر از آمار مربوط به حملات هوایی. یعنی اگر بحث صدمه دیدن و خسارت وارد شدن، چه صدمه جانی چه خسارت مالی، اونا مطرح بود، زودتر از اینا حزب الله وارد عمل میشد. من تغییر خاصی نمیبینم. تازه اینا گفتن که اسرائیل اگه وارد غزه بشه بهتر بلعیده میشه. اتفاق خاصی نیفتاده، اما من احساس میکنم که تحرکات حزب الله بیشتر شده، هم تحریک کردنهاش و هم تحرکاتش. و این من این رو ناشی از نوعی تغییر در نگاه خامنه‌ای میبینم که این تغییر نگاه هم نه به خاطر تغییر عمده در میدان جنگ یا تغییر عمده در استراتژی اسرائیل طرف مقابل. خب اسرائیل از اول اعلام کرده بود که خودش رو برای حمله زمینی آماده میکنه، گفته بود که همزمان حملات دریایی و هوایی هم خواهد داشت. و عرض میکنم تو این دو روز قطعا تعداد تلفات مردم غزه کمتر شده. دلیلش هم مشخصه، با توجه به اینکه نیروهای اسرائیل در بعضی از نقاط غزه به صورت زمینی حضور دارن، خب طبیعتا اسرائیل در بمباران هوایی ناچار یه مقداری محتاط‌تر باشه. منطقه کوچیکی هم هست اونجا و اگر قرار باشه که این بمباران هوایی به شیوه سابق که شیوه کاملا تخریب کامل بود ادامه پیدا کنه، ممکنه نیروهای خودش هم صدمه بخوره.
منظورم اینه که حتی به لحاظ خسارت و تلفات انسانی که به فلسطین وارد میشه، الان شاید فضا آرومتر علیرغم اینکه اسرائیل حمله زمینی کرده. تنها چیزی که تغییر کرده به نظر من که منجر شده این آقای حزب الله بیشتر وارد قصه شده و از داخل ایران هم یه خورده رجزخوانی ها بیشتر شده، برمیگرده به همین موضوع اردوغان. شاید برای بعضی تعجب انگیز باشه، بعضی بگن که واحدی توهم داره. نه خیر، این ناشی از شناختی که واحدی از خامنه ای داره. باور کنید این بیمار روحی روانی، شما دیدید دیگه، ببینید کارهایی که در تمام این سالها انجام داده. حالا من بعدش یادآوریتون میکنم، در سال 98 وقتی که به خاطر افزایش قیمت بنزین یک بار یک آشوب، حالا من میگم آشوب، یک ناآرامی کنترل نشده و کاملا خودجوش پیش اومد، دلیلش هم مشخص بود. بسیار از افرادی که محل تأمین زندگیشون، محل امرار معاششون به نوعی با قیمت بنزین سر و کار مستقیم داشت، به یک باره احساس کردن که یک ضربه بزرگی به اقتصاد خانوادهشون وارد شد، یک ضربه بزرگی به منبع درآمدشون وارد شد، به صورت خودجوش ریختن تو خیابون‌ها. درک درستی نمایندگان مجلس پیدا کردن که این کار خطرناکیه. تصمیمی که دولت احمق روحانی گرفته بود، با توجه به شکم خود روحانی، سری یکی از مشکلات دولت روحانی بود که خودش و وزراش بسیار شکم سیر بودن، اصلا درکی از وضعیت اقتصادی مردم نداشتن. مجلس این مقدار درک کردن که این اتفاقاتی که داره میفته، این نه توطئه خارجیه، نه نمیدونم تحریک رسانه هاست، کاملا خودجوش اتفاق افتاد. اومدن طرح سفوریتی گذروندن که قیمت بنزین به وضع سابق برگرده. خامنه ای بلافاصله به تو کرد، با اومد حتی سخنرانی علنی کرد که این تصمیم گرفته شده و ازش حمایت میکنم. که حالا پشت پردهش چی بود؟ پشت پردهش این بود که خامنه‌ای به سران ثقه گفته بود که شما اگر در یک موضوعی که مردم اعتراض میکنن بخواید عقب نشینی کنید، مردم میان جلوتر. به همین جهت باید استپ بیستید. خب اینم یک نوع بیماری روانی دیگه. یعنی اینطور نیست که حالا در دنیا اگر یک دولت مستقر و عاقلی وجود داشته باشه، تمکین در برابر خواسته مردم رو برای خودش باعث حقارت بدون. فقط یک آدم حقیر، یک آدمی که حقارت تحمل کرده سالهای طولانی، حاضر نیست کوچکترین همراهی با مردم شش بشه و میخواد همیشه ثابت کنه که منم که تصمیم میگیرم، مردم بیجا میکنن، میخوان اعتراض بکنن. مسئله واکسن رو دیدید چجور رفتار کرد و بسیار از مسائل دیگه. یعنی حتی با نزدیکترین افراد خودش، ببینید روز دوم خرداد سال 76 وقتی رفت پای صندوق رأی بده، گفتش که هیچ کس برای من رفسنجانی نمیشه. خب هر کس انتخاب بشه من همکاری میکنم باش، حمایتش میکنم، اما هیچ کس برام رفسنجانی نمیشه. خب رفسنجانی اون روز عملا پایان مدیریت سیاسیش بر کشور بود دیگه، بعد تأثیر خاصی در اداره کشور نداشت و دیدید که چجوری با رفسنجانی رفتار کرد. فقط به این دلیل که یک بحثی در جامعه مطرح بود که رفسنجانی خامنه‌ای رو به مقام رسونده، این عقده برای خامنه‌ای بود، میخواست هر جور شده ضربه بزنه به رفسنجانی. در مورد احمدی نژاد دیدید که چطور حمایت کرد، حتی سال 88 به خاطر حمایت از احمدی نژاد باعث ریخته شدن خونهای فراوانی شد، تعداد زیادی افراد دستگیر شدن، صحنه های کتک زدن بچهای مردم در خیابون ها رو دیدیم، عبور ماشین نیروی انتظامی از اون مردم رو دیدیم، همش هم با حمایت خامنه‌ای بود و به خاطر احمدی نژاد. ولی دیدیم 4 سال بعد رفتارش با احمدی نژاد چطور شد. روحانی 16 سال، حداقل 16 سال از نزدیکترین یاران خامنه ای بود و به عبارتی 24 سال نماینده خامنه ای در شورای امنیت ملی بود. 16 سال که دبیر بود و 8 سال بعدش در دوره احمد نژاد نماینده خامنه ای در شورای امنیت ملی بود. در دوره ریاست جمهوریش هم کاری نکرد که خامنه ای رو به خطر بندازه و حتی بعدها مشخص شد که انتخاب روحانی بر اساس توافق پشت پرده آمریکا و جمهوری اسلامی در مذاکرات عمان بوده. ولی چون یک تلقی در جامعه ایجاد شده بود که رأی مردم به روحانی برای در واقع نگفتن به خامنه‌ای بوده، خامنه‌ای دیدی چقدر بهش ضربه زد. این نشانه‌های بیماری روحی و روانی و از طرف یک خود بزرگبینی خاص. من اینو از یکی از نزدیکان خامنه‌ای شنیدم که یه موقعی در فکر کنم سال 69 70 بود که قذافی خودش رو خلیفه مسلمین اعلام کرد، سال دوم سوم رهبری خامنه‌ای بود. این من خودی که از نزدیکان در واقع از اعضای خانواده خامنه‌ای برای خود من تعریف می‌کنم، گفتش که سر سفره نهار نشسته بودیم و یه نفر اینو تعریف کرد، بعد میگفتش که یه جوری مثلا اون طرف گفت که خامنه‌ای هم خیلی خوش اومد که آقا در حالی که حضرت عالی هستید و مثلا رهبر کل جهان اسلام هستید، ببین قذافی چند
ادعای مسخره کرده. این صحبت مال 32 سال پیشه. سال 71 زمانی که اولین بار در سری اول افغانستان آزاد شد بعد از اون اشغال نظامی، یه پیامی داده خامنه‌ای. من توصیه میکنم برید ببینید این پیام رو، فکر کنم در مرداد سال 71 جوری پیام داده و حتی این عبارتش که مثلا مسئولین مربوط آب و برق رو زودتر وصل کنن، خدمات عمومی را بندازن، یعنی واقعا نگاهش خودش رو رهبر جهان اسلام میدونه. سال 71 این آدم رو رفت داره که 31 سال بیشه. خب هرچی گذشته با توجه به اینکه پولهای ملت ایران خرج شده، حسن نصرالله اومده جلوش تعظیم کرده، حنیه اومده تعظیم کرده، گروه هشت و شعبی عراق اومدن، بسیار از سیاستمداران عراق اومدن اینجا که بودن به خاطر اینکه پول بگیرن تعظیم کردن، رفتن اونجا پشت سر خامنه‌ای به ریشش خندیدن. این توهمی که براش ایجاد شده و به باور براش متأسفانه تبدیل شده، من یقین دارم که صحبت‌های اردوغان خیلی اذیتش میکنه و تقریبا مطمئنم که در سیاست‌های مربوط به غزه خامنه‌ای تغییر ایجاد خواهد کرد. این منو به شدت نگران میکنه و امیدوارم که عاقلانی در اطرافش پیدا شن که بهش بگن این بار این توبه میری از این توبه میری نیست، این دیگه وارد شدن به این جنگ، جنگی که آمریکا به بسیار از کشورها تعهد کردن کنار اسرائیل بایستن، ممکنه حتی در مورد غزه به اسرائیل فشار بیاره، اما اگه بحث حمله به ایران بشه من یقین دارم شرط فعلی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی نشون داره برای هیچ کس قابل اعتماد نیست، حتی چینی ها و کشورهای دیگه، من یقین دارم اگه بحث حمله به ایران بشه اتفاق خاصی نخواهد افتاد. همین الان اونطوری که خبرها میاد حماس دلخور از جمهوری اسلامی، حزب الله دلخوره و اگر شرایطی علیه ایران پیش بیاد بسیار از افراد و بسیار از کشورها مخالفت نخواهند کرد. به هر حال من امیدوارم، میگم من این نگران این هستم که حرفای اردوغان اولا بخشی از هدفش این باشه که پای جمهوری اسلامی رو بکشه وسط، برای اینکه الان دیگه هر اتفاقی بیفته حتی اگه جمهوری اسلامی بیاد وارد جنگم بشه، جایگاه اردوغان صدمه نمیخوره. اردوغان خودشو در رأس کشورهای اسلامی حامی فلسطین قرار داد و این جایگاه رهبری داره، ولی با ورود جمهوری اسلامی یه مقداری فشارها بر ترکیه کم خواهد شد، اردوغان بهرهشو میبره، هزینه‌اش رو ملت ایران خواهند داد. و ثانیاً خود خامنه ای، این نکتهش مهمه، این نکته که با اوضاعی که الان پیش اومده خود خامنه ای خیلی دلش میخواد خودشو مطرح کنه و این نکته ای که بسیار باید روش دقت کرد، ورود اردوغان از یک طرف عرض میکنم باعث خواهد شد که فشار رو خودش کم شه، از طرفی خامنه ای رو تحریک میکنه که بیاد و دخالت بکنه و به خاطر که ثابت کنه رهبر جهان اسلام خودش نه اردوغان، من تصور میکنم که یک ورود پرهزینه نسبت به ملت ایران و پرسرصدا خواهد داشت. امیدوارم که اتفاق نیفته. ممنونم از همراهیتون، امیدوارم که هر چه زودتر از این فضایی که دائم ناچاریم با نگرانی و اضطراب صحبت کنیم خارج بشیم. موفق باشید. برگشتیم و اما همچنان فقر بیداد میکنه در ایران و این بار گریبانگیر هنرمندان و نوابق و مشاهیر موسیقی شده. دلمراد شکلزهی، یکی از آخرین بازماندگان مشاهیر دهل نوازی موسیقی بلوچستان، به دلیل ناتوانی در خرید دارویی که 400 هزار تومان قیمت داشت، غریبانه درگذشت. او چندمین هنرمند است که در پی فقر و بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی جان باخته. دلمراد شکلزهی از آخرین اساتید بازمانده دهل نوازی موسیقی بلوچستان به دلیل فقر و ناتوانی در تأمین دارویی که تنها 400 هزار تومان قیمت داشت، چشم از جهان فرو بست. روزنامه اعتماد چاپ تهران با انتشار خبر درگذشت دلمراد با عنوان مرگ غریبانه مفاخر بلوچ نوشته که دلمراد، یکی از آخرین بازماندگان مشهور دهل نواز موسیقی بلوچستان، چند روز پیش در بی‌توجهی و تنگدستی به خاطر ناتوانی در پرداخت هزینه داروی خیش که فقط 400 هزار تومان بیشتر قیمت نداشت، در یکی از محلات فقیرنشین نیکشهر به نام سوچنکان غریبانه چشم از این جهان فرو بست. در این مطلب آمده که عرصه فرهنگ و هنر بلوچستان را بیش از هر زمان دیگر تیرگی و تباهی گرفته، به گونه که در روزهای اخیر دومین و آخرین بازمانده نسل دهل نواز مشهور بلوچ در سکوت و بیخبری و کم توجهی و فقر شدید از دنیا رفت، بی آنکه کسی را ککی بگزد.
این گزارش از درگذشت یک هنرمند دیگر موسیقی بلوچستان در هفته‌های گذشته و باز به دلیل فقر و ناتوانی در پرداخت هزینه درمان خبر داده است. بر این اساس هفته پیش نیز دیگر دهل نواز مشهور موسیقی در معرض خطر زوال دهل سرنای بلوچستان، شیر محمد بلوچزهی در همان محله فقیرنشین سوچنکان با سرنوشتی مشابه دلمراد و بر اثر بیماری در سکوت و بیتوجهی و فقر و بیخبری مطلق درگذشت. در ادامه آمده که غمبارتر آن که با گذشت حدود یک ماه از مرگ مظلومانی شیر محمد بلوچزهی، متاسفانه تا کنون کسی از مرگ وی خبر نداشته و از وضعیت خانوادی در فقر فرو رفته آن مرحوم هیچ سراغی نگرفتند. هنرمندان زیادی در سالهای گذشته به دلیل فقر و در بی‌اعتنایی دولت به وضعیت هنرمندان جان خود را از دست داده یا دچار مشکلاتی شدند. اعتماد همچنین نوشته که مفاخری که سالیان متمادی است برای ترویج هنر و فرهنگ ملی و محلی بی مزد و منت تلاش نموده اند، خون جگر خورده اند و سختی ها و مرارت ها کشیده و با نداری و ناملایمتی های موجود در این عرصه ساخته اند، آیا پس از عمری فعالیت مزد زحماتشان این است که در بدترین وضعیت معیشتی و در فقر و فلاکت و در انزوا بی خبری از دنیا بروند؟ بدون آنکه کسی گره به ابروی خیش بیاورند. چندی پیش شیر محمد اسپندار از نوابق موسیقی سیستان و بلوچستان بر اثر بیماری و در تنگ دستی و عدم توان مالی برای درمان چشمانش برای همیشه بینایش را از دست داده است. فقر و ناتوانی در تأمین ضروری ترین هزینه های زندگی تنها به هنرمندان ساکن سیستان و بلوچستان محدود نمی شود. سریا حکمت، بازیگر سینما و تلویزیون، در سال 1395 به علت تشنج و سکته مغزی در حالی درگذشت که اواخر عمرش به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره بهای خانه مجبور شده بود مدتی را در چادر زندگی کند. ایرج خدری، بازیگری که با برنامه ساعت خوش شناخته شد، نیز در آخرین سالهای عمرش به دلیل فقر به دست فروشی مشغول بود و در نهایت به دلیل بیماری درگذشت. خدری در اثر آسیب جسمی و آن هم حین یک بازی بسکتبال در لیگ ایران دچار ضایعه نخاعی شده بود و به دلیل تشخیص نادرست پزشک فدراسیون بسکتبال این ضایعه جدی گرفته نشد و در نهایت باعث معلولیتش شد. سپاس بیکران از همراهی شما. لطفاً با لایک ها و کامنتاتون از ما حمایت کنین. تا برنامه بعد شما رو به ایزد یکتا میسپارم. بدرود.